من یادداشت کردم از مرحوم اقبال لاهوری، بسیاری شعر زیبایه، شاید بارها بارها دوستای عزیز ما از زبان کسان دیگه و شاید در برخی از پروگرام ها از بنده هم شنیده باشه که قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران به حجاب، نه از سحر ساحران لالرو، نه از اوریان ساق، نه از قطع مو. محکمی او نه از لادینی هست. این که او خیال بکنه یک کسی که ما وقتی حجاب و عفاف و دین را رها کردم مثل از اونا پیشرفت میکنم، نه غربی قوی میشم، مثل اونا قوی میشم، نه. محکمی او نه از لادینی است، نه فروغش از خط لاتینی هست. این که ما فارسی و عربی در اونا انگلیسی صحبت میکنه، بعضی عزیز ما خیال بکنه که فقط پیشرفت اونا زبان انگلیسیش بوده، نه اینطوری نیست. بعد میگه قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. اونا سراغ علم رفته، سراغ تخصص رفته، سراغ دانش رفته و متاسفانه ما فقط هم الگوهای مصرفیش دیدیم، ظواهر کار دیدیم، باطن کار ندیدیم که چرا یک ملت، یک فرهنگ وقتی پیشرفت میکنه قطعا اونجا کسانی هستن که دنبال تخصصن، دنبال دانشن، دنبال اتفاقا پاکدامنی و عفافن. اگر همه از اونها همه بی‌عفتی ها رو میآوردن ترویج میکردن، خودشون عمل میکردن، اصلا فرصت پیدا نمیکردن که سراغ علم و دانش و اینها بره. حکمت از قطع برید و جامه نیست، مانع علم و ادب عمامه نیست. اینکه وطن دارای ما عمامه با سر خود سر میکنه، باز خیال بکنه که ما به جایی نمیرسیم، مانع شده، این مانع شده، نه اینطوری نیست. بعد میگه که قوت حکمت از قطع برید و جامه نیست، مانع علم ادب عمامه نیست. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز میباید نه ملبوس فرنگ. تفکر درست کن، تعقل کن. این که تو بخوای میای خرمیست از او درست کنی، لباس های خرمیست از او درست کنی، بعد تو بگی پیشرفت میکنی، نه، اینو همون الگوهای مصرفی جناب آقای نظری.